مهمان من زندگی پرماجرایی را اثر گذارنده. 9 سال اسیر عراقی ها بوده. در زندان ابوغریب زندانی بوده. به ارتش سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق پیوسته. بعد زندانی آنها شده. سر از زندان اوین درآورده. میگوید از رفتن به جبهه پشیمان نیست، ولی پیوستن به مجاهدین خلق بزرگترین اشتباه زندگیش بوده است. چرا و چگونه یک مسیحی جذب سازمانی با تفکر اسلامی شد؟ با او اخیراً در خانه‌اش در شهر کلن آلمان صحبت کردم. ادوارد ترمادو، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. تشکر میکنم. آقای ترمادو، شما خیلی زود بعد از اینکه جنگ ایران عراق شروع شد اسیر شدید. میتونید توضیح بدین که چطور اسیر شدید؟ کجا بودید که اسیر شدید؟ در سال 1358 به سربازی اعزام شدم که متاسفانه در سال 59 و تقریبا آخرای خدمتم بود جنگ ایران عراق شروع شد. اعزام شدیم دشت زعاب و صبح زود بود که درگیر شدیم با نیروهای عراقی و مجروح شدیم. البته تقریبا 7-8 نفر از بچه های ما مجروح شدند و تعدادی تلفات دادیم. ما بقی اسیر که یگان ما، گروهان ما کاملا از بین رفت. و شما زخمی شده بودید و شما را گرفتن و به کجا بردن؟ از ناحیه صورت ترکش خوردم، دوتا کتفام گلوله خورده، انگشت دست شست دست راستم که ترکش خورد و از کار افتاد. و بعد تقریبا ساعت 5:45 بود درگیری شروع شد. ساعت 7:30 بود که در یک حالت شوکی که خون زیادی ازم رفته بود در حالت سینه خیز رفتن دستگیرم کردن و با بقیه منو بردن به یک جایی به اسم میدان، یک پادگان کوچیکی بود. و بعد چند ساعت بعدش بردن به شهر کلار و شهر کلار بردن به یک بیمارستانی در بهاوبه. و برای تقریبا 20 روز من به دلیل موج گرفتگی چشمام دیگه نمیدید و نابیناییش از دست داده بود که بینایی شو از دست داده. دوباره با تلاش پزشکای عراقی این بینایی بازگشت. از اون به بعد دیگه به عنوان اسیر در عراق بود. یعنی کجا بود؟ یعنی اسرا رو کجا نگه داشتن؟ در زندان بودید یا در پادگان بودید؟ در کجا بودید؟ ما ابتدا که منو از بیمارستان بردن به یک سوله خیلی بزرگی توی بغداد تو مرکز دژبانی. از اونجا با بقیه اسرا ما رو حرکت دادن به سمت رمادی. 4 ماه در اردوگاه رمادی بودیم و بعد انتقالمون دادن به شهر موسل توی کمپ اسرای موسل. آها. و چند سال در مجموع شما اسیر عراقی بودید؟ من در مجموع 9 سال اسیر جنگی بودم تا پایان جنگ. شما حالا گفتین به عنوان اقلیت مذهبی، به عنوان شخص مسیحی، هیچ امتیاز خاصی براتون قائل بودن؟ میذاشتن مثلا شما به کلیسا برید اگر مایل بودید؟ من در ابتدای چند سال اول اسارت هیچ برخوردی نداشتم با مسئولین حتی اردوگاه که بگم من مسیحی هستم. اونا هم حالا یا میدونستند یا نمیدونستند، من نمیدونم، ولی هیچ رابطه‌ای بین ما نبود. و اگر یک مسئله هم پیش می اومد، مشکلی پیش می اومد، عمومی بود. ولی وقتی منتقل شدیم به اردوگاه موسل، من یک روز روی پیرنم یک صلیب قرمز رنگی دوخته بودم و گلدوزی کرده بودم. فرمانده عراقی که منو دید صدام کرد، گفت که برای چی صلیب زدی به سینه‌ت؟ گفتم من مسیحی هستم. از اونجا خب شناخت که یک مسیحی هم اینجا هست. و چرا یک مقداری تقریبا میشه گفت که به حالت احترام یک مقداری رعایت. این همه مدت طولانی در اسیر عراقی ها بودید و در مقاطعی امکان آزادی شما وجود داشت، مثلا زمانی که واتیکان مداخله کرده بود و یکی از کاردینال های واتیکان، کاردینال راجرز، تلاش کرده بود شما رو آزاد بکنه، ولی شما گفتید که نمیخوان آزاد بشین. چرا؟ من یک رابطه‌ای که با پاپ فقید داشتم رابطه نامه‌ای بود که از اردوگاه موسل من یک روز نامه براشون نوشتم و ایشون بعد از چند ماه جواب دادن و این رابطه شروع شد. چند سال بعدش در اردوگاه رمادی بودیم که بازم از موسل ما رو منتقل کرده بودن به اردوگاه رمادی، که دیدم 4 تا اسقف وارد اردوگاه شدن، منو بردن پیششون. یکیشون همین کاردینال راجرز بود که از طرف نمایندگی پاپ اومده بود، فرانسوی بود خودشون. بعد اینا گفتن که پاپ از ما خواسته که ما
ما حکم آزادی تو رو از صدام حسین بگیری و با خودمون ببریم ایتالیا. شما میتونی اونجا ادامه تحصیل بدی یا به هر شکلی که میخوای زندگی کنی، یا هر جای دنیا که میخوای بری زندگی کنی با خرج واتیکان تا آخر عمرت، به غیر از ایران. یعنی بایستی ایران نری و هر جای دیگه که بری این مسئولیتش با ماست. من از رفتن امتناع کردم، گفتم که من نمیام. تعجب کرد و گفت برای چی نمیای؟ گفتم من میخوام برم پیش مجاهدین. خیلی تعجب کرد، یکم فکر کرد و بعد گفت خب اگه میخوای بری پیش مجاهدین بیا بریم اونجا توی روم، اینا دفتر دارن، میتونی اونجا بری پیششون. گفتم نه، ارتششون اینجا کنار ماست، برای چی همه راه رو بیام، همینجا مستقیم برم. نرفتم. و وقتی که رفت پشت سیم خاردار اشاره کرد به من و با حالت دست که چی فکر میکنی؟ گفتم نمیام. خب چرا این کارو کردی؟ چرا میخواستی اصرار داشتی که به مجاهدین بپیوندی؟ یعنی حتی مرام و ایدئولوژیشون با تو نمیخواد. تو مسیحی بودی، اونا مسلمان بودن، برای چی میخواستی وارد سازمان مجاهدین بشی؟ این کاملا درسته. من به عنوان یک مسیحی اول این دیدگاه رو نداشتم که خب من مسیحی ام اونا مسلمان ام، چون که سردر سازمانشون ارتششون نوشته بود ارتش آزادی بخش ملی ایران. من با اون ملی ایران جذب این سازمان شدم، البته من آشنایی با این سازمان نداشتم. با مجاهدین در کل توی اردوگاه اسرا آشنا شدم، اونم از طریق تلویزیونشون که سیمای آزادیشون که اجباری بود تماشاش، و هر شب 20 دقیقه از تلویزیون عراق بخش فارسی عراق پخش میشد و اجباری بود این کانال و بایست نگاه میکردیم. از اونجایی که خب یک به عنوان یک اقلیت مذهبی نمیتونستم جوش بخورم با این حکومت، من تنها چیزی که دیدم در صحنه اون روز ایران سازمان مجاهدین بود. شما مخالف حکومت وقت ایران بودید و میخواستین به طریقی باش مبارزه بکنین و جایی که فکر میکردین میتونین مبارزه بکنین سازمان مجاهدین خلق بود. فکر میکردم البته. اما چطور ملحق شدی بهشون؟ یعنی چه جوری شد؟ چطور تماس گرفتین باشون؟ اینها رابطه داشتن با اردوگاه، نشریه می آوردن مخصوصا بعد از آتش بس، و اعضایی که میخواستن بپیوندن رو اسمشون رو توسط عراقی‌ها میگرفتند و میبردند، مسئله شد با دولت عراق حل و فصل میکردند. که یک روز اسامیمون رو خوندن، من از قبل اسم داده بودم، اسامیمون رو خوندن و ما رو بردن بیرون، بردن خارج از اردوگاه توی چند تا اتاقی مستقر. افراد زیادی بودن که مایل بودن، داوطلب بودن به سازمان مجاهدین به پیوندن مثل شما؟ البته در اون موقع افراد زیاد، تقریبا میتونم بگم 1500 نفر از مجموع اردوگاه ها اومدیم به اردوگاه کمپ مجاهد. و شما اون وقت چطوری وارد سازمان شدید؟ با شما مصاحبه کردن، سوال پرس کردن، چی جوری عضو شدید، چی کار کردید؟ همونجور که گفتم ما در یک مجموعه پشت اردوگاه مستقر شدیم، برای چند روزی از اونجا به بعد مجاهدین برامون غذا می آوردن و بعد از چند روز اومدن لباس بهمون دادن و سوار اتوبوس کردن و بردن مستقیم تو قرارگاه اشرف. اونجا تقسیممون کردن توی یگانهای مختلف و دیگه مصاحبه یا چیزی هیچی انجام نشد تا مدتی بعد که صلیب سرخ اومد وارد کمپ اشرف شد و ماها رو صدا کردند که میخواستن ببینن ما مایلیم بمونیم یا مایلیم بریم. چون تبادل اسرا شروع شده بود تعداد خیلی زیادی کندن و رفتن، برگشتن به ایران، که من از وضعیت اونا هم هیچ اطلاعی ندارم که دیگه چه برخوردی شد باش. وقت کی وارد خود ارتش سازمان مجاهدین شدید؟ دقیقاً 28/3/68. یعنی چه مدت بعد از اینکه شما؟ همون موقعی که ما رفتیم وارد اشرف شدیم. یعنی خیلی زود بعد از این ماجرا. وقت شما در ارتش چه کاره بودین؟ سرباز عادی بودین، افسر بودین، گروهبان بودین، چی بودین؟ به قول خودشون اونجا سرباز و درجه دار و افسر ندارن، به همه میگن افسر. البته این یک چیز ظاهری است که برای اینکه احساس تفاوت نکنن آدم ها اونجا، ولی در واقع سرباز صفر هم به نظر من ما خیلی پایین تر بودیم و سلسله مراتبشون. مسئولیتتون چی بود اونجا؟ چیکار میکردی؟ من ابتدا وارد توپخونه شدم، بعد از یک مدتی با یکی از مسئولانم حرفم شد و من رفتم به پشتیبانی. یک مقداری هم آموزش‌های زرهی دیدم که ناقص موند
و رفتم توی پشتیبانی، من تعمیرگاه مکانیکی کار میکردم. وقتی طی مدتی که شما در ارتش سازمان مجاهدین بودی در عراق، برنامه چی بود؟ یعنی قرار بود که اینا حمله کنن برن ایران رو بگیرن و جنگ کنن با ایران، چی بود برنامه؟ این وعده ای بود که هر 6 ماه یک بار از طرف آقای رجوی روش تاکید میشد. یعنی هر 6 ماه یک بار ایشون رژیم رو سرنگون میکرد و میرفتیم ایران. اما تحلیل هایی که ایشون میکرد، در واقع ما ابتداش که خب چون که واقعا جذب این سازمان بودیم و هدف مبارزه بود، میپذیرفتیم، باور میکردیم، ولی به مرور خب توی این 12 سال شما حساب بکنید هر 6 ماه یک مرتبه همون حرفها تکرار بشه و اتفاق نیفته، طبیعیه که آدم متوجه میشه که این حرفها آب داره و پوچه. شما آقای ترمادو عضو ارتش سازمان مجاهدین بودین فقط یا اینکه عضو خود سازمان مجاهدین هم شده بودین؟ نه خیر، من عضو ارتش بودم. اولا به دلیل اینکه سازمان مجاهدین غیر از مسلمان شیعه عضو دیگه رو قبول نمی‌کنه. یعنی این جزء شرایط خاص سازمان مجاهدین، خاص سازمان، یعنی مسلمان سنی هم قبول نمی‌کنه سازمان. مسلمان سنی هم ببینید یک جریانی اونجا هست. من یک دوستی داشتم به اسم عباس، الان ایرانه مثل اینکه، ایشون سنی بود، از بچه های نمیدونم تربت جام بود یا تربت ایدریه. تعریف میکرد، میگفت که خانم مهوش سپهری، خانم نسرین که جانشین آقای رجوی بودن، ایشون بهش گفته که خب تو که نماز میخونی، روزه هم میگیری، بیا نماز شیعه بخون. ایشون گفته خب من اگه نماز شیعه بخونم فردا برگردم ایران به فامیلم چه جوابی بدم؟ همه سنی هم. گفته بود خب حالا نماز شیعه بخون، رفت ایران نماز سنی بخون. چون خود ایشون هم سنی بوده و برگشته شیعه شده به خاطر اینکه عضو بشه در سازمان، خب اینها توی سازمان، ولی غیر رسما اعلام نکرده بودن که شرایط عضویت در سازمان مجاهدین بودن مسلمان شیعه است. اینو من فکر نمی‌کنم اعلام بیرونی کرده باشن. استنباط شما اینه که اینجوری. ولی نخیر، ولی در یک نشستی که به نام نشست حوز توی سالن بهارستان بغداد آقای رجوی ترتیب داد و این نشست، نشست‌های خیلی طولانی هم بود برای هر مرکزی که اونجا رفته بودیم، این مسائل اونجا چون داشت عضویت جدید انتخاب می‌کرد می‌پذیرفت، این مسئله اونجا بیان شد که بایستی پایبند به انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین باشه، بایست نماز و روزه بخونه، بایستی امامت رو قبول بکنه. خب امامت قبول کردن، این امامت یکی از اصولای شیعه. یعنی از این زاویه شما فکر میکنین که این شرایط اصلی سازمان مجاهدین. خب حالا بالاخره شما کی به این نتیجه رسیدین که مخالفید با مشی سازمان مجاهدین؟ چون با یک هدف مبارزه رفته بودم و ببینید 9 سال اسارت، 9 سال از زندگی من رفته بود. در یک جوان 21 ساله بودم، حالا شده بودم 30 سال. من میتونستم برگردم کشورم، از امتیازاتی که به اسرا میدادم برخوردار باشم و میتونستم تشکیل خانواده بدم. همون موقع بچه هام الان بزرگ بودن، الان بچه های من 5 ساله، 6 ساله، 9 ساله هستن. من چشم پوشی کردم از همه چیز و رفتم در راه مبارزه‌ای که اینا وعده داده بودن. ولی اونجایی که مجاهدین چرخش کردن و خانواده ها رو از هم پاشوندن، بچه ها رو از دست خانواده ها، پدر و مادر رو در آوردن و فرستادن به اروپا و آمریکا و کانادا و اصرار داشتند که ما هم بایست انقلاب بکنیم، حالا یک مدتی با من کار نداشتن، میگفتند که رهبری گفته این آقا رو فشار نیارین بهش، ولی یک مدت بعد شروع کردن به فشار آوردن که باید انقلاب کنیم. میگفتن من مجاهد نیستم، مسلمون هم نیستم، اگه این موضوع یک موضوع چی مال شماست، به من ربط نداره. بعد اومدن خیلی راحت آقای رجوی گفتن مسلمون و مسیحی و سنی و شیعه نداریم، همه بایستین مسیر رو طی بکنن. من مخالف این مسئله انقلاب بودم. چرا بایستی طلاق، حتی طلاق ذهنی، چرا بایستی؟ منظورتون انقلاب در داخل خود سازمان مجاهدین منظورتونه؟ انقلاب ایدئولوژیک داخل مجاهدین. خب من مخالف این قضیه بودم. از اونجا هم من دلسرد شدم نسبت به اینا و تا زمانی که مهیاش، چون چند مرتبه من نامه نوشتم، گزارش نوشتم، درخواست دادم که من میخوام از این سازمان برم، ولی مسئول برادری که اونجا توی یگان مسئول بالا بود منو صدا میکرد، میگفت که این نامه رو تو نوشتی؟ میگفتم آره. پاره میکرد میریخ، میگفت برو بیرون، برو سر کارت.
قبول نمی‌کردن. دلیلش هم این بود که تا اونجایی که من میفهمم چون یک اقلیت مسیحی بودم، خب براشون به درد بخور بود به لحاظ تبلیغاتی. من باعث تو سازمان من نگه می‌داشت. بالاخره رفتین و چطوری شد؟ شما رفتین از سازمان مجاهدین به کجا؟ اول بذارید بگم چجوری شد که من از این سازمان خارج شدم. سازمان اجازه نمیداد. من به دلیل این پای من رفت توی گچ. به این دلیل دو هفته من کارمو تعطیل کردم و همون موقع خورد به با نشست آقای رجبی که بردن به قرارگاه باقرزاده. اونجا من دیگه دیدم که اینجا الان وضع مناسبی است که من به خودم رو بکشم از این سازمان بیرون. به محض اینکه پامو از گچ در آوردن، من دادم ناخون پامو کشیدن، چون ناخونم رفته بود توی گوشت. از دکتر خواستم که بکشن. این خودش ضریب خورد به استراحت من. دو هفته دیگه بهم استراحت دادن. اعتراض اینا در اومد صداشون که چون بی اجازه برای چی رفتی این کارو کردی. و بعد صدام کردن توی یک نشست تقریبا 120 نفر جمع کرده بودند و از من بازخواست کردن که گزارش های این دو سه هفته‌ای که نبودی سر کار گزارشاتو بنویس. سوء تفاهم پیش نیاد. منظور از گزارش، گزارش کاری نیست، گزارش ذهنی است. آنچه که در ذهنت گذشته، مثلا تناقضات جنسی، نمیدونم این چیزا رو بایستی بیای و جلوی مثلا 120 نفر باید بایستی بگی. این یک تفتیش عقایدیه که من اینو از ابتدا هم قبول نداشتم. این یکی از اون پایه‌های انقلاب ایدئولوژیکشون. به هر حال از ما نه از اونا آره. اینا ما رو دو شب نگه داشتن توی اون جمع. وقتی دیدن که نه کار داره میکشه به جای باریک و منم سر صدام در اومده کوتاه نمیام، گزارش کردن و خانم مهوش سپهری منو خواستن. وقتی که رفتم توی اتاقشون تقریبا 25 نفر 30 نفر از شورای رهبری همه زن به علاوه آقای محمود عطایی و آقای جابرزاده، اینها حضور داشتند اونجا. به من گفت که پرونده شما قطور شده. من نذاشتم دیگه صحبت ایشون پیش بره چون میدونستم میخواد چی بگه. گفتم که بله من خیلی فکر کردم سر این قضیه و یه نتیجه گیری کردم. گفت نتیجه گیری چیه؟ گفتم من از ارتش برم. خب ایشون غافلگیر شد چون میخواست بگه اخراجی. بعد گفت که خب باشه برو، حکم اخراج تو میدیم. گفتم من حکم اخراج نمیخوام، من استعفا دارم میدم. گفت ما از این کاغذا نداریم اینجا. گفتم به هر حال فقط خودتون بدونید که شما نگفتید اخراج، من گفتم استعفا. اومدیم بیرون، همین خانم مهوش سپهری دم در صدام کرد، گفت ادوارد یادت باشه که تو از ارتش میری برای سازمان خیلی بده. اگه من میگم سازمان میخواست من اونجا بمونم به این دلیل. خب چون وقتمون خیلی کمه آقای تیمادو، شما بعد فرستادن سازمان مجاهدین تحویل عراقی‌ها دادن، درسته؟ و شما به در زندان ابوغریب بردن. من 4 ماه و 3 روز در بازداشت خودشون بودم، چون اونطور که خودشون میگفتن، میگفتن 2.5 سال باید اینجا بمونی تا اطلاعاتت بسوزه. اما تحولات عراق اجازه رو نداد، مجبور شدن به خاطر اینکه عراق و ایران مثل اینکه یک مقداری به هم نزدیک شده بودن به دلیل فشارهایی که امریکا و متحدینش به عراق می آوردن. اینا مقامات عراقی گویا ما رو خواسته بودن. اینا هم ما رو تحویل مقامات عراقی دادن و ما رو بردن به ابو غریب. البته قبل از اون به من میگفتن که بیا با قاچاقچی بفرستیمت ایران. من میگفتم که خواهشاً من نفرستید ایران، چون من یک اقلیت مسیحی ام، اگر برم ایران ممکنه برای من خیلی. آقای ابریشم چی میگفت که اگر 11 سپتامبر نمیشد ما با پاسپورت درست میکردیم مستقیم بری آمریکا، ولی الان نمیتونیم چون از این کارا زیاد میکنن. منو تحویل مقام عراقی دادن و عراقی ها منو بردن به زندان ابوغریب و بعدش هم به عنوان مبادله اسرا شما رو به ایران تحویل دادن. خوشبختانه مدت زیادی نکشید که من تو ابوغریب بودم، ولی خب دوستان زیادی دارم که مدت های خیلی زیادی چندین سال از مجاهدین جدا شدن تو ابوغریب بودن. اونجا یک تبادلی صورت، یک توافقی بین ایران و عراق صورت گرفت و 50 نفر ما رو بردند تحویل دادند و 311 نفر اگه اشتباه نکنم از افسرهای بالای عراقی رو از ایران تحویل گرفت. بسیار. شما در ایران که رفتید شما رو بردن اوین. بله. در اوین چی به سر شما اومد؟ چی گذشت بهتون؟ ما رو بردن توی اوین و اونجا بازجویی‌ها شروع شد. تقریبا یک 3 ماه و نیم ما با این دستگاه سر و کار داشتیم که بازجویی میکردن ازمون و چرا به چه دلیلی پیوستید به مجاهدین، مخصوصا من که یه اقلیت مسیحی بودم. خب
این خیلی جرم سنگینی بود از نظر اونا. شبها بازجویی بود ولی روزها کاری نداشتن. وقتی در بازجویی شما اطلاعات راجع به سازمان مجاهدین، راجع به ارتش اینا می‌خواستن بدن، خب شما دادین این اطلاعات؟ من تا اونجایی که بدون اینکه بخوام مبالغه کنم، تا اونجایی که تونستم خودداری کردم از دادن اطلاعات صحیح، تا اونجایی که تونستم. ولی خب یک جایی رو خودشون از قبل اطلاع داشتن، افراد دیگه هم از قبل اومده بودند یا فرار کرده بودند از اونجا، اطلاعاتی رو داشتن و نمیشد تفره رفت. و شما چه مدت در اوین بودید؟ من تقریبا 3 ماه. 3 ماه و آزادتون کرد؟ آزاد نکردم. اینها به دلیل اینکه یکی از بچه هایی که مدت خیلی کمی در سازمان بوده و جرمش اونجور، این از اونجا آزاد شد و رفت. چون قبلا با هم صحبت کرده بودیم توی صحبت های روزمون که خونتون کجاست، یا من که نمیدونستم، من فقط اون موقعی که خبر داشتم از خانواده، یعنی در دوران اسارت که نامه می اومد از خانواده، می دونستم که مثلا مادرم یا خواهرم مجیدیه زندگی میکنن در تهران. همین توی این صحبت ها، این وقتی آزاد میشه میره تو اون محله پرسجو میکنه، خونه ما رو پیدا کنه، این دهن به دهن میفته و میرسه به گوش خواهرم. البته خونه ما از اونجا عوض شده، میفته گوش خواهرم، خواهرم مراجعه میکنه به هلال احمر، مراجعه میکنه به سازمان های دیگه ای که توی ایران، و این سر و صدا که بلند شد، اینا اومدن به ما گفتن که شما یک هفته میتونی بری خانواده تو ببینی و برگردی. رفتم و برگشتم، مدتی هم باز اونجا بودم، مجددا برای بار دوم فرستادن که برم ببینم، که دیگه من برنگشتم. یعنی فرار کردی از ایران؟ بله. حالا ممکنه به شما اتهام بزنه سازمان مجاهدین که شما همکاری کردید، و به این راحتی نیست که اعضای سازمان مجاهدین و به خصوص اعضای ارتشش به این راحتی بتونن مرخصی برن و برشن بیان خارج. خب این تهمت که همیشه از طرف سازمان ما رو نشونه گرفته، ما الانم بعد از این مصاحبه ما آماده هستیم که پذیرایی کنیم از، ولی شما متوجه استدلال اکونومیکونن هستید؟ من متوجه هستم. ممکنه کسای دیگه غیر از مجاهدین هم همینو به شما بگن که چطور شما عضو ارتش مجاهدین بودید که با دولت ایران مسلحانه می‌جنگیدید، وارد ایران شدید، 3 ماه زندان بودید، براشون تونست خارج بشید. خب بذار بگن، اشکالی نداره، چون همه چشم دارن، عقل دارن، گوش دارن، می‌بینن. الان تو این مدت چند سالی که ما اونجا نیستیم و این همه آدم از سازمان مجاهدین کنده شده، از توی اردوگاه اشرف رفته به ایران، آیا کسی اعدامشون کرده یا کسی دارشون زده؟ کسی کارشون نداشته. ممکن بود منم اگه میموندم هیچ کاری بهم ممکن بود، ولی من از ترس اینکه یک اقلیت مذهبی بودم و ممکن بود به بهانه هایی حالا یا تو خیابون بزنن یا هر کار دیگه، من اونجا نموندم. شما آقای تمادو، دلیل گفتین دلیل عضویتتون در ارتش سازمان مجاهدین این بود که میخواستین رژیم ایران رو سرنگون بکنین. شما کماکان مخالف رژیم ایران هستید و میخواین سرنگون بشه؟ من هوادار جنبش سبزم امروز. یعنی خط مشتون عوض کردین دیگه، مسلحانه طرفدار مبارزه مسلحانه نیستید و میخواین که از طریق دموکراتیک جامعتون عوض کنید. ببینید، وقتی که من تو تلویزیون شاهد تظاهرات ایرانیانی هستم که در تهران تظاهرات میکنند و یک بسیجی رو وسط خودشون میگیرن، به جای اینکه کتکش بزنن آزادش میکنن، میگن برو، بسیجی که خدا میدونه چه کارهایی کرده باشه با همون تظاهرات، با همون جنبش، شاید شلی کم کرده باشه، ولی وقتی آزادش میکنن میگن برو، من چرا دست به سلاح ببرم؟ من از زمانی که متوجه شدم سازمان مجاهدین با اون انقلاب ایدئولوژیکش، همه اینها ساختاریه که پوششی است که ما رو اونجا نگه داره و این سازمان از هم نپاشه از جنگ مسلحانه. حالا شما اتهامات زیادی به سازمان مجاهدین زدید، ممکن به شما بگن که چون شما بریدید از سازمان و دیگه توانایی مبارزه ندارید و دیگه همتش رو ندارید تو این راه باشید، در چه برای توجیه خودتون دارین یه سری اتهامات رو به سازمان مجاهدین میزنید، ولی اون سازمان سازمانی که کماکان داره مبارزه میکنه، ده زیادی تحت رهبریش داره و سر موزش هم هست. من فکر میکنم که اون سازمان، این سازمان اون سازمان قبلی نیست، به دلیل اینکه صدام حسینی در کار نیست، توپ و تانکی نداره. البته خودش مدعیه که از 2003، سال 2003 جنگ مسلحانه عملیاتی نداشته، اینطور نیست. اگر اینها سلاح داشتن بازم عملیات میکردن، اینها رو خل سلاح کردن. شما آقای تمادو عضو سازمان بودید، ایشون این سازمان شما رو اونجا نگر داشته پیش خودش، سالها باشون بودید و حالا تمام هم و غمتون گذاشتین سر اینکه با این سازمان مبارزه بکنید. شما فکر نمی کنید که اگر به شما بگن شما خیانت کردین به این سازمان، ممکنه توجیه پشترش باشه؟ خب ببینید،
به سازمان مجاهدین هر کسی که انتقاد بکنه از نظر خودش خائنه. این که قابل قبول نیست برای من، نه برای هیچ آدم عاقلی هم قابل قبول نیست. منتها هدف من از این که اگر اینجا هم اومدم، من اینجا الان توی اروپا خوشبختانه توی کشور آزادی دارم زندگی میکنم، آقا بالا سر ندارم مثل سازمان، تناقضاتم هم نباید بیام توی جمع بگم. این زندگی شخصی من اتفاقا با زن و همسر و بچه هام خیلی هم شیرینه، برعکس اون دوران تلخی که از اردوگاه اسرا برام واقعا تلخ تر بود. اینجا من چون که تجربه این جریان رو دارم و چون که جوونیمو گذاشتم توی بیابونای عراق، چون که انرژی جسمیم رو گذاشتم، چون که دوتا زانوام اونجا از بین رفت، چون که دیسک کمر گرفتم، چون که دوتا آرنجام از بین رفت به خاطر کارهای سنگین فنی که در اردوگاه اشرف سر من می اومد، و چون در نهایت اومدم اینجا و به خاطر استرس هایی که اونجا بردم، فشار روحی که اونجا بردم، اینجا عمل جراحی قلب کردم، من نمیخوام جوان دیگه ای از هموطنام این راهو بره. من نمیخوام مسیری رو اشتباهی کسی انتخاب بکنه که بعدش دودش بره توی چشم خودش. برای چی زندگیشون رو جوان ها به باد بدن؟ من دادم کافیه، دوستای منم اینجا هستن، ما زندگیمونو به باد دادیم، پس برای چی اجازه بدیم که کسای دیگه هم این مسیر رو برن و این روزگار بیاد سرشون؟ خیلی متشکرم ادوارد تمادو از شرکتتون در برنامه به عبارت دیگر. ممنون از شما. منم تشکر کنم.